زمان مدت سپری شده نیست، بلکه شکلی از فضاست، مثل یک گردنبند مروارید، و هر دانه مروارید بخشی از زمان است که با گذرش به دانه بعدی می رویم. اما آیا فیلم هجوم هم بر همین تعریف از زمان استوار است؟ برای برگسون و دلوز زمان مثل گردنبند مروارید ما نیست، بلکه در نظر آنها زمانی که وجود دارد زمان حال است و گذشته و آینده به شکل خاطره یا تمایل وارد زمان حال می شوند. برگسون به آن چیزی که در زمان حال وجود دارد و برای ما واقعی است اکشوال می گوید، مثل لیوانی که در زمان حال به آن دست می زنیم و هر آنچه از این لحظه دور شود ویرچوال می نامد، مثل وقتی که به آن لیوان فکر می کنیم و تصویر لیوان در ذهن ما شکل می گیرد، یا تصویری که از آن لیوان در آینه می بینیم. چطور از به جای لیوان و مثال آن از خود دلوز کمک بگیریم؟ اگر تصویری از ماکت محیط فین می بینیم که نسخه دیگر هم از آن وجود دارد، نسخه دوم ویرچوال است و غیر قابل لمس در زمان حال. اما درجه ویرچوال یا اکشوال بودن متفاوت است، یعنی بعضی تصاویر اکشوال تر و حقیقی ترند و بعضی تصاویر ویرچوال ترند و زمانی به وجود می آیند که در خاطره یا فانتزی به آنها پرداخته ایم. از طرف دیگر تصاویر گذشته و آینده در ذهن ما به راحتی در هم آمیخته می شوند، زیرا ساختار مغز انسان به این گونه است که با دیدن چیزی در زمان حال تصویری از آن را در گذشته به یاد می آورد و شاید به دنبال آن تمایلی در زمان آینده پیدا کند. برای مثال به شخصیت سامان و نگار در فیلم نگاه کنیم. علی در زمان حال هرگاه یکی از آنها را می بیند، در حالی که انگار این دو شخصیت به هم تبدیل می شوند. سامان به مثابه گذشته و نگار همان آینده است که در ذهن علی در هم آمیخته می شوند. در فیلم هجوم، اکشوال همان زمان حال یا کارکتر اصلی و ویرچوال همان تصاویری از گذشته، آینده یا رویاست که در زمان حال شخصیت اصلی ادغام شدند. به زبان خلاصه در فیلم هجوم ما زمان حالی را می‌بینیم که گذشته و آینده به شکل رویایی آشنا در آن آمیخته شده است. علی تا صحنه انتهایی حاضر است هزاران بار این تجربه ویرچوال را تکرار کند تا شاید راه فراری از لحظه حال داشته باشد. فرار از آنچه اتفاق می‌افتد، از آنچه هست یا همانی که دلوز اکشوال می نامد. آیا همه ما در تمام زندگی به این فرار بزرگ فکر نمی کنیم؟ میخوام دوباره شروع کنم به دویدن. میخوام که سامان زنده باشه و بهم بگه که خواهرش دروغ میگه. میخوام بالام زودتر در بیان، صخره نوردی بلد باشم، عینک آفتابی بزنم. میخوام بفهمم همه ی حرفمو به کی زدم. میخوام که نگار نباشه یا اصلا سامان نباشه.